بله بله تعلیم عیسی مسیح در مورد زمان آخر ما در زمان آخر زندگی می کنیم. زمان آخر الان شروع نشده زمان آخر موقع شروع شد که مسیح از مردگان برخواست آمین و تا وقت که برگرده زمان آخر هستش پس ما در لحظات آخر داریم زندگی می کنیم. دست عیسی مسیح بر در که در کنه بیا تو و باور کنه روزی نیست که من نگفته باشم عیسی جان برگرد روزی نیست امروز هم که دوش میگرفتم به خدا گفتم برگرد میدونی من بیشترین دعامو زیر دوش انجام میدم و به فیض خداون مسی مسیح برمیگرده در این یک سال گذشته بشر تجربات خیلی عجیبی رو پشت سر گذاشته شما گذراندید و تاریخ بشریت داره امور رو ازش رو بر میکنه که بسیار بسیار دردآور بوده و هست ولی خداش که خدای ما زنده است امروز درس سیزدهم داریم اگر شما تعالیم عیسی مسیح در مورد زمان آخر رو که دوازده جلسه گذاشته با من نبودید میتونید در یوتیوب ما ببینید ای باقستانی در تلگرام ما ببینید کشیش آندرلاین باقستانی من هیچ نمانی ندارم فقط خودم هستم میتونید با من تماس بگیرید یک سوالی دارید و کلیسای سفیران مسیح دیگه وجود نداره اینو یادم افتاد بگم فقط همین کلیسای سفیران مسیح اگه دیگران میگن دیگه اختیار دارن که اسمون کلیسا رو پس جای دیگه نرید بگید مال خودمون بوده چون یه آیه است که ما سفیران مسیح هستیم دوستان حق دارن که این کارو بکنن خب درس 13 ام هستیم و به وسیله درس 13 هم وارد فصل سوم میشیم ما دو فصل رو تا در واقع رفتیم هنوز خیلی کار داریم که در مورد کتاب مکاشفه و کتاب دیگه نبوتی و پیشگویی شده در مورد زمان آخر صحبت کنیم و تعلیم عیسی مسیح در مورد زمان آخر فصل سوم قسمت اول هستش یعنی چند هفته دیگه دوباره راجع موضوع صحبت میکنیم و که در واقع معرفی کتاب مکاشفه رو بیشتر سعی میکنیم به گمانم بالاخره رفتیم وارد کتاب مکاشفه شدیم فصل اول رو نگاه میکنیم آیه فصل اول آیه میگوید مکاشفه عیسی مسیح دقت کنیم میگه مکاشفه در واقع یوحنا مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او عطا فرمود تا آنچه را میباید زود واقع شود به خادمان خود باز نماید یا به در واقع غلامان خود ترجمه دیگه میگه و آن را با فرستادن فرشته خود بر خادمش یوحنا آشکار ساخت یک فرشته ای میاد و با یوحنا صحبت میکنه در جزیره پتموس اگه ترکیه هستید برید پتموس رو ببینید من از ببینید چه کلا سرتون میره هفت کلیسا در ترکیه هستش خب ایزا این از این قسمت به بعد ما تلاش میکنیم تا نگاهی به کتاب مکاشفه بیان همونطور که گفتم این قسمت بسیار بسیار برای ما مهم هست چون که تمرکز ما در 21 باب بعدی راجع به کتاب مکاشفه خواهد بود بعد از مطالعه این فصل شهادت خواهید داد فصل سوم که داریم با هم نگاه میکنیم که چگونه این مطالب باعث برکتتون شده خواهش میکنم جلسه رو عدست ندید سر هر هفته باشید و آنچه خدمت رو میکنم مانند تکالیفی برای زندگی خودتون پیگیری کنید بنده تلاش هم میکنم دیروز تمام روز این درس رو روش کار میکردم تمام روز تقریبا ولی این شما هستید که باید پیگیری کنید این شما هستید که باید تحقیق کنید این شما هستید که باید زانو بزنید در حضور خدا بگید خداوند کلام تو بر من مکشوف کن تا برکات لازم رو دریافت کنیم اگر سوالی هم وجود داره حتما خصوصی به من بگید با خوشحالی در واقع کمکتون میکنم فصل اول کتاب میکشه در حقیقت موضوع اصلی کل کتابه یعنی اگه ما فصل اول رو بتونیم درک بکنیم که چند آیه بیشتر نداره البته درک بکنیم کل کتاب رو متوجه شدیم کل کتاب رو درک حدود بله 19 آیه وجود داره که خیلی زیبا یوحنا را جوی صحبت میکنه موضوع پادشاهی عیسی مسیح و بازگشت عیسی مسیح خداوند به عنوان پادشاه به عنوان سلطان هستش که فرمان روایی همه امت ها به دست خواهد گرفت ایزان یک مقدار فکر ما باید عوض بشه از اینکه وقتی ما عیسی رو بیاد میاریم ایسای را بیاد بیاریم مسیحی که بیاد بیاریم ایسای را بیاد میاریم که مثل ما بود کمی ریش شاد داشت صورتش حالا مثل ما شرقی بود حالا توی فیلم های ایسا و اینا چشماش رنگی حالا هر رنگی بوده مهم نیستش که 33 سالی روی زمین زندگی کرد فراموش کنیم که در واقع فقط ایسای انسان رو دیدیم برای چی؟ برای که ما بیشتر تمرکز به بی ایسا در رابطه با همون عیسای انسان بودن که انسان بود صد درصد انسان هستش و انسان هم برخواهد گشت بلکه هستش که ضعیفه که رومی ها رو میکشن که یهودی به ضدش رفتار میکنن امروز دنیا به و به ضد کلیساش رفت عمل میکنه وقتی ایسای مسیح خوب گوش کنید وقتی ایسای مسیح دوباره برگرده او به عنوان شاه شاهان پادشاه کل هستی خواهد من. اینو خوب گوش کنید اگر شما عزیزی هستید که تو جلسه ما تو فیسبوک و یوتیوب و تو استگرام هستی یا بعدا این فیلم رو تماشا میکنید ضد ما هستید ضد کریس ما ضد شما نیستیم برای شما دعا میکنیم برای شما گریه میکنیم دعا میکنیم که نجات پیدا بکنیم دعا میکنیم خدا به شما رحم کنه ولی باید بدونید که نمیتونید به ضد عیسی که شما را آفریده برای شما رو صلیب به عنوان انسان مرده روز سوم از مردگان برخواسته و به عنوان شاه شاهان خالق کل هستی برمیگرده همچنان بیستید تا دیر نشده توبه کنید تا دیر نشده به آغوش برگردید و کلیسا اگر به عیسی ایمان آوردید به تو تبریک میگم من سی و سال پیش ایمان آوردم اگر به عیسی ایمان آوردید حالا دیروز ایمان آوردید یا پارسال ایمان آوردید فرق نمیکنه واقعا در مسیح چنان بمانید که وقتی شاه شاهان پادشاه خود را میبینیم بتونیم به چشمان مبارک او نگاه کنیم میدونید وقتی از این دنیا میریم یک لحظه طول میکشه خیلی کوتاه از این جسم روح ما میاد بیرون بلا فاصله صورت مبارک عیسی مسیح رو میبینیم با کلیسا دارم صحبت میکنم و اگر به عیسی نگاه میکنیم آیا میتونیم لبخند بزنیم آیا ایسا ما لبخند میزنه آیا سرمون بلنده آیا ایسا میگه خوش آمدی الناتان خوش آمدی دختر من خوش آمدی پسر من به خوشی من وارد شو یا اینکه به خاطر که ما زندگی مقدسی نداشتیم و شاید جدی نبودیم در ایمان خودمون حتی با گناه بازی کردیم سرفکنده خواهیم شد این جدیه این جدیه تو کلیسا باید موعظه بشه و من موعظه میکنم برای این موضوع برای خودم موعظه میکنم و برای بچه هام برای شما موعظه میکنم که باید تا با آخر امین باشیم امین او پادشاه پادشاهان هستش ما رئیس جمهور آمریکا رو عبادت خدمت نمی کنیم ما رئیس جمهور کشورمون رهبر خودمون رو خدمت نمی کنیم ما فردی بزرگتر والاتر عظیمتر حتی عظیمتر از, پادر... از پیانبران از پیامبران از موسی از ابراهیم از هر کس دیگه ای او را عبادت میکنیم او را خدمت میکنیم او سلطان ماست دستتون رو بلند کنیم اونجا که هستید مهم نیست که من درسم ادامه میدم یا نمیدم بگید خداوند از شکرت میکنم دوستت دارم تو پادشاه من هستی هللویا تو پادشاه من هستی تو سلطان من هستی من تو رو دوست دارم ما پادش به پادشاهی عیسی نظر خواهیم انداخت خواهیم دید اینو میدونستید حالا ما کار داریم ما که به مسیح ایمان آوردیم مثل خداوند ما ابدی هستیم ایزانی که ایمان نیاوردن ابدی هستن ولی دور از خدا در مکانی دیگر تاریکتر مکانی پر از درد و رنج و آتش کلام خدا میگه کتاب کاشو به نگاه کن ولی ما در حضور پادشاه ما خواهیم بود بدون کرونا بدون درد بدون مانع بدون جدایی بدون غم بدون مشکل مالی با او خواهیم بود تا ابد کلیسا میتونه بگه آمین هللویا شکر برای نام خداوند ما ما پادشاهی عیسی نظر خواهیم انداخت و همینطور که اشاره شد در واقع فرمان او بر همه مردم جهان بخش مهمی از بیان پادشاهی او میباشد ما چند مورد امروز نگاه میکنیم ارز کردم هفته بعد و هفته بعد چند جلسه تو بخش فصل سه هستیم میخوام یادداشت کنید که یادتون نره که راجع به چی صحبت کردیم اول نکته که میخوایم نگاه کنیم در مورد کتاب مکاشفه که معرفی اون هستش اینه که مکاشفه مکاشفه عیسی نامیده میشه هم تو که ابتدا گفتم چرا که شکوه قلب او جلال قلب او و رهبری در برنامه او برای گذار تاریخ برای اصری که میاد رو به ما نشون میده اگر از ابتدا تو این درست بودید دیدید که من گفتم که کتاب مکاشفه کتاب ترساکی نیست برای ما بلکه بیانگر جلال و شکوه و عظمت خدایی است که ما را به ما نجات خودمان که هست که مرد و برخواست از مردگان در واقع میشنسی او تو پادشاه عیسی من سرانگان تجربه کنم بیشتر از این سودا بخونید تو پادشاهی تو قدوسی هللویا شکر پس مکاشفه باب یک دوباره بریم آیه نگاه میکنیم برای عزیزانی هم که نبودن چند باری آیه نگاه میکنیم مکاشفه باب یک آیه یک میگوید که مکاشفه عیسی مسیح دقت میکنید که پدر به که خدا به او دقت کنید که سوال میکنید پس اگه عیسی خدا چرا پدر با او به او میگه چیکار کن چیکار نکن ما راجع به عیسی صحبت میکنیم که خودش خالی کرد در کلام خدا میگوید که من و پدر یکی هستیم او با پدر یکیه او با روح یکیه ولی اینجا به عنوان عیسی او را میشناسیم انسان مثل من مثل شما هیچ فرق نمیکنه گرسنه میشه تشنه میشه به عنوان انسان میشناسیم میگوید مکاشفه عیسی که خدا به او داد پدر به او داد این مکاشفه رو خدا به او میده تا آنچه که باید اتفاق بیفته رو به زودی به ما بگو و نشون بده چند لحظه تصور کنید چند لحظه تصور من خیلی دوست دارم بعضی وقتا یه چیزی رو فکر کنم تصور کنم تصور کنید مرد یهودی مرد یهودی او یک یهودی بود او در بیت لحم به دنیا آمد او از مریم به دنیا آمد یک مرد یهودی با بدنی احیا شده مبدل شده عیسی مسیح وقتی آمد بدنی انسانی با ما داشت یعنی میتونست مثل خیلی از ما تحت تاثیر شرایط قرار بگیره ولی وقتی برمیگرده چنان که وقتی از مردگان برخواست او تبدیل شده است عیسی مسیح وقتی از مردگان برخواست از دیوار آمد داخل او روح نبود دقت کنید عیسی جسمم برخواست چون به تو میگه دست بکن به پهلوی من یادتون میاد میگه برای من غذا بیارید باتون با بخورم عیسی سوشی خورد ماهی خورد اونجا با پتروس و اینا ها عیسی مثل من و شماست ولی بدن احیا شده متحول شده اول قرنتیان باب 15 میگوید که من و شما وقتی از مردگان برمیخیزیم زنده نمیشیم که با عیسی بیام رو همین زمین هزار سال سلطنت کنیم بدن ما تبدیل میشه هللویا من دیگه اینک نمیخوام هللویا همین الان شب خدا میتونه شفا بده نخواهم من دیگه ضعیف نخواهم بود شما دیگه ضعیف نخواهی بود مثل ایسا خواهید شد آمین مثل ایسا خواهید شد بدن احیا شده و بر دست راست خدای پدر آسمانی پدر آسمانی و خدا طرحی برای گذار تاریخ بشری بر روی زمین برای عصر آینده که میآید رو برامیزی کرده و داره یه بزرگی داره در مزمور دو میگه پادشاهان برنامه چینم به ضد مسیح قبل که او به دنیا بیاد نبوت میکنه از داوود پادشاهانی به ضد عیسی عمل میکنن ولی او با طرحی وسیع و عظیم خواهد آمد با طرحی عظیم خواهد آمد آمین تری بزرگ خواهد آمد پس دقت کنید عزیزان که این ایده بسیار بزرگ و فوق العاده ای هستش یک ایده بسیار بزرگ و فوق العاده ای هستش که عیسی تاریخ بشریت را منتقل خواهد کرد تاریخ بشر به قبل از میلاد میاد و بعد از میلاد مسیح میاد درسته؟ ولی وقتی مسیح برگرده در بازگشت سانوی خودش تاریخ بشریت کلا منتقل میشه یک بار دیگه برای همیشه چه خداوندی داریم میدونید چرا عیسی میتونه منتقل کنه؟ اینا من نوتام نمیگم دیگه روغدست داره سخن میگه برای که او صاحب زمانه او صاحب تاریخه او شما رو در رحم مادر سرشت او به من جانی بخشید او صاحب همه چیه او میتونه این کارو بکنه ابراهیم نمیتونه این کارو بکنه پتروس نمیتونه این کارو بکنه شما نمیتونه بکنی ولی عیسی این کار میکنه هللویا کاش که سیاستمدارا بفهمن که هیچ کار هستن امروز هستن فردا نیستن آقای کندی رئیس جمهور آمریکا یه روزی بود به نظر رئیس جمهور خوبی بوده و دیگه نیست در تاریخ انسان ها اومدن رفتن ولی صاحب همه چیز او که بر تاریخ و زمان و زندگی ها کنترل داره ایسای مسیس دیروز خواهر عزیز از ترکیه ها من تماس گرفته بودن از اقوام ما هستن ایشون گفتم که به زودی به نظر شما بیاید ترکیه گفت مهم نیست مهم اینه که خدا در زمان خودش عمل میکنه در زمان خودش میدونه چی کار بکنه کاش که باید فهم اگه تو آمریکا هستیم مگه ترکیه هستیم اگه ایران هستیم زندگی ما در دستای خداونده اگر با او زندگی میکنیم آمین با او زندگی میکنیم پس این ایده بزرگ سوال اینجاست که چگونه این واقع رخ میده ها؟ چگونه آیه که دوباره میخونم میگوید مکاشفه که پدر به عیسی داد که نوشت که به در واقع داره به فرشته خودش میگه که به خادمینش بگن به یوحنا بگن در واقع بیانگر این هستش که این واقع چگونه رخ خواهد داد که ما در 21 باب بعدی مرتب به اونا رجوع میکنیم بعضی وقتا به عهد عتیق میریم بعضی وقتا آیات مختلفی رو بررسی میکنیم که میبینیم چگونه عیسی مسیح مکاشفه رو خدا به او داده داره توضیح میده و تشریح میکنه برای ما این مکاشفه یا کتاب مکاشفه یا 150 بابی که در کتاب مقدس داریم به زمان آخر همه و همه خدا به انبیای خودش به غلامان خودش میده که برای کلیسا بنویسن کلیسا باید مطلع باشه که زمان آخر چه اتفاقی میفته دنبال این آقای بیل چی میگه دنبال نگیم این آقای کی چی میگه ببینید که کتاب مقدس چی میگه اینا حرف میزنن بر اون چیزی که میفهمم و میبینن من همه چیزو نمیفهمم دقیقه اول برنامه نمیدونستم صداقت شما من گفتید مگه میفهمم همه چیو شما همه چیو نمیفهمید ولی عیسی مسیح همه چیز رو مطلع از این جهتی که باید نزد بریم نزد انسان نریم خدا شکر برای انسان ها نزد عیسی بریم که از همه چی مطلع شکر پس خدای مکاشفه به او میده در واقع خدا به عیسی گفتش در نتیجه تو میتونی به عیسی داره میگه این مکاشفه در, مورد خودت به کلیسا بگی پرده میره کنار اه، کتاب اه، تاریخ بشر ورق میخوره خدا به ایسا میگه تو حالا میتونی به کلیسا بگی میتونی به قلامان خودت خود مطلع باشی بگی در این دو هزار سال گذشته غلامان او کنیزای او من و شما از کتاب مکاشفه آنچه که پدر به عیسی گفت میتونی بگی اجازه داد در واقع داره میشنوه یا تو می در انجیل عیسی گفت من هیچ کار نمیتونم بکنم مگه پدر من بگه چه اتحادی چه فروتنی ای خدا این اتحاد به ما بده در کلیسا حرف گوش گم باشیم اطاعت کنیم از, خ... از تو از خادمین از کلیسا اطاعت کنیم اینقدر سرکش نباشیم ای خدا که تو اینقدر فروتنانه آنچه که پدر به تو گفته گوش کردی چون ما مسیح هستیم ای خداوند امین این مکاشه بسیار پرجلاله در واقع تحت قدرت و اختیار شخصیت اول تاسیس مقدس یعنی پدر آسمانی ما باشه فرمانده کل قوا رهبر تمامی کلیسا تمامی بشر خلقت ها به فرمان او دیشب بارون اومد صبح پا بارون قطع شده تو شهر ما به فرمان او به فرمان او ما به دنیا میایم به فرمان او از این دنیا میریم در حضور ابدی او خواهیم بود چرا انقدر هرس میخوریم چرا انقدر بخوایم همه کار خودمون بکنیم همه قدرت در دستان او هستش هللویا نکته پدر آسمانی به عیسی در اصل اینه اکنون این را به فرشته و یا به غلام خودت به اشتراک بذار به او بگو به یوحنا بگو اموری که باید واقع بشه اموری که باید اتفاق بیفته آمین پس این مکاشفه مکاشفه ایساس که پدر به او داده و دوم به کتاب مکاشفه کتابی است که درباره اموری که درباره زمان آخر رو خواهد داد نوشته شده بیان شده و این برای سه تا موضوع است یک بنویسید دیگه من سعی میکنم آروم بگم یک خالص کردن و پیوروفای کردن کلیسا تطهیر کردن تاهر کردن کلیسا و عربی و فارسی رو با هم قاطی میکنم خالص کردن کلیسا علک میکنه در کتاب مکاشفه داره میگه باب دو سه میبینی علک میکنه کلیسا رو اونایی که با او زندگی نمیکنه هر کی میخوان باشن هر کی که از او فرمان نیاره میگه تو دیگه در من جای نداری دوم برداشتن محصول حساب فراوان در کتاب مکاشفه میبینیم برداشت میکنه من خوشم میاد خداوند با زبان انسان حرف میزنه میاد تاهر میکنه میاد برداشت میکنه محصول رو یک محصول فراوان و عظیمی در زمان آخر برای جناب خدا است سالها داریم میبینیم اتفاق افتاده دیگه مردم استادیومی می میرن نجات پیدا میکنن حالا در این چند ماه گذشته توسط تلفن و تلویزیون و خیلی منابع در واقع خیلی ریچ غنی دارن کلام خدا رو میشنون صد سال پیش دیروز من دیدم در صفحات اجتماعی برداری عکسای کلیسا رو میذاره تاریخ کلیسایی که تو ایران بوده صد سال پیش این امکانات مردم نداشتن من عکسی دیدم که بعد از ست یک از بنیانگذاران کلیسا جمدبان ایران ایشون با شطور میرفتن در ایران انجیل پخش میکردن یه زمانی بود در اول انقلاب تو خیابونا دونه, دونه دونه کتاب پخش میکردن خود من کلی انجیل پخش کردم در اوال ایمانم ولی امروز با یه دکمه شما انجیل به مردم میدید اگر به کانال من تجربه برید بزنید کتاب مقدس هشتک کتاب هست خواهید این دفعه دوم من دارم این کارو میکنم هزاران نفر کتاب با هست و پای پی دی اف رو برداشت کردن فقط یه خدمت کوچیک بس بنده امروزه بیش از هر وقت دیگه مردم هم نجات پیدا میکنن از بچه های افرادی که در رأس ایران هستن از بدترین جنایت کارترین عزیزی با من تماس گرفت که چقدر زندگی ناپاکی داشته قبل از ایمانش به مسیح که چگونه کتک میزده زنا میکرده مواد مخدر ولی خداوند زندگیش عوض کرده خداوند داره عمل میکنه در افغانستان عمل میکنه وقت که 26 سال پیش در هندوستان من نازنجان افتخار داشتیم کلیسای افغان و ایرانی رو با هم آغاز بکنیم در شهر دهلی نو چند تا افغانی بودن مسیحی بودن و که بشارت بیدن من 26 هفت سالم بود افغان ها میگفتن مگه افغان می میشود حتی اومدن منو بزنن در کلیسا گفتن میدونیم با چی کار میکنیم هست در فیسبوک دوستان نوشتن که برد الناتان چه خدماتی کردید شما در اونجا ولی امروز ست ها نفر شدن بیشتر افغان به مسیح ما نوردن اگه تو صفحات اجتماعی به تلویزیون های ببینید هزار ده ها برنامه های مسیحی افغان هستش حالا دیگه افغان ها به ایرانی ها بشارت میدن هللویا جلال برنامه خداوند جلال برنامه خداوند خداوند داره کار برداشت محصول و بیشتر از این خواهد شد امروز هم نوشته که با ساعت شما میتونید بفهمید یه هفته زودتر کرونا دارید یا ندارید اگه هم چیزی میاد با ساعت هم شما میتونید انجیل به دیگران بگید آمین ایمیل بفرستید برداشت محصول و سوم اول پیورفای کردن کلیسا خالص کردن کلیسا دوم برداشت محصول روحانی و سوم جایگزینی تمامی دول شریر روی زمین دول شریر روی زمین متاسفانه خیلی از پادشاهان رهبران رئیس جمهورها و افرادی که در رأس کشور هستند آدم های ناپاک و نادلی هستند متاسفانه نمیدونم شما میتونی کدوم کشور بگرده بگی که رئیس جمهورش رهبرش سلطانش آدم خوبی هستش که در زمان آخر وقت که با دجال یکی میشن به ضد مسیح و به ضد کلیسای او خداوند اون رو بر داره ها جایگزی میکنه و سلطنت خودش رو بر روی زمین میذاره بر روی زمین از اورشلیم شروع میشه بر روی زمین میذاره و من شما خواهیم دید منو اینو کتاب ما هست میگه نمیگه ها خواهیم دید در کتاب مکاشفه بسیار برای بسیار برنامه خدا رو میبینید اول اما نخستین هدف خدا نشون دادن نشون دادن اون چیزی که که اغلب به خود انسان برمیگرده راجع به خود انسان هستش برنامه خدا هست ولی راجع به انسان صحبت میکنه پ در کتاب مکاشفه فصل اول آیه 3 میبینیم یوحنا یک تجربه رویایی رو گزارش میده که شامل سی توصیف خاص از جلال خدمت و شخصیت ایسا رو به همراه هجده پادشاه پاداش ابدی هستند شامل میشم یه لیست کوچیکی که در آوردم از تراقه باب اول میتونید ازش عکس بگیرید الان که تو جلسه هستید تصویر از مسیح که کتاب مکاشفه باب اول آیه 14 تا 16 بیش از این هستش بیش از این سی تا هستش سی توصیف در سی ف... سه فصل اول در واقع شامل شخصیت و خدمت عیسی است و 18 تا هم پاداش ابدی عیسی هستش مثلا یه نماد داریم یا سمبل سر و موی پشم چون پشم مثل برف سفید آیه 14 که نشان دهنده قدوسیت عیسی مسیح هستش دو چشمانی مثل شعله آتش نه نمات های اصلاً که از ایسا میگه دانای مطلق بودن وسیع رو نشون میده پاهای مانند برنج سیغلی که در کوره گداخته شود آیه 15 پاکسازی کلیسا از گناه به وسیله خود مسی چارم آوازی مثل صدای آبهای بسیاری نا نمات های ایساست. آیه 15 ای که بیانگر اقتدار عیسی مسیح هستش پنجم در دست راستش هفت ستاره نگاه داشته است رو میبینیم در آیه 16 که واقعیت اینه که در راجبه این صحبت میکنه تسلط مسیح بر رهبرانشون میده ستاره ها رهبران کلیسا هستن شبانه هستن هفت کلیسا که در واقع به هفت دوره تاریخ کلیسا اشاره داره میکنه بیشتر راجب این صحبت خواهیم که درانده ششم و دهنش جمشیر دو دمه تیز بیرون آمده آیه 16 که بیانگر داوری مسیح بر دشمنان کلیسا است هم راجع به کلیسا صحبت میکنه هم راجع به دشمنان کلیسا هفت چهره چون آفتاب تابان است این سمبل دیگه که یوحنا می نویسه آیه 16 که واقعیت اینه که راجع به جلال عیسی صحبت میکنه بله سی تا مطلب هست حالا من سعی میکنم اینا رو به فارسی براتون در بیارم حالا چند داشتم خدمتتون گذاشتم موارد مختلفی وجود داره پس سی توصیف رو یوحنا می نویسه که از عناوین عیسی هستش اسامی عیسی هستش بعد ارزم به حضور شما اعمال و پوشش یا لباس مسیح رو توضیح میدم تو که دیدیم که ما بتونیم بشناسیم به طور مثال لباس های ایسا که ارز کردم به عنوان کاهن اعظم هستش باید با فرهنگ یهود و احتتیق وارد باشید که بتونید رو درک بکنید مثلا چشمان آتشین عیسی اشاره به شفقت داوری و علم کامل برای هر موقعیتی رو در زندگی انسان ها نشون میده پس این عناوین و اسامی و زواهر و اعمال و پوشش عیسی این هستش که چه توصیفی رو یوحنا در از عیسی میگه خب من اینو نوشتم بازم بهتون میگم برای اینکه این مطالب رو درک کنید شما از زحمت بکشید این رو بخونید من که نمیتونم 66 کتاب براتون بخونم زحمت بکشید در بیارید وقتی که راجبه مثلا پوشش عیسی صحبت میکنه و ببینید که در عهد مثلا کتاب لاویان راجبه کاهن چی میگه این لباس چیه و خوشبختانه بعضی منابع فارسی هم وجود داره خب دوم 23 توصیف در مکاشفه فصل اول هستش به علاوه 18 توصیف دیگه در فستای دو و سه کتاب مکاشفه که مجموعاً چل دو توصیف رو بیان میکنم برای ما در فصل سوم در سه فصل اول کتاب مکاشفه یوحنا تجربیات رویایی رو داره که سی توصیف خاص در این باب ها بیانگر شخصیت برجسته عیسی هستن سه باب اول کتاب مکاشفه به نظر من خیلی 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 پرشکوه هستن ت. یوحنا تنها جملات مختصری از هر توصیف و پاداش رو برای ما بیان میکنه به طور مختصر میگه مثلا هر عبارتی که وی نام میبره تنها یک اشاره هستن وقتی میگه او ستاره صبحه پای اشاره است بازش نمیکنه خودش یک کتاب میشه او خودش مستظم اینه که شما برید زحمت بکشید احتتیق رو بخونید عیزا فقط آیه شر نکنید این کار ما داریم میکنیم این کار داری برای شما میکنیم شما برید آیات رو بخونید بررسی کنید اگه نمیدونید چجوری من بهتون کمک میکنم با من تماس بگیرید از شبانتون بپرسید چیکار باید بکنه به حال اشاره هستش اما آنها چنان قابل توجه هستن که ما لازم است بعد از پایان کتاب مقدس تحقیق بیشتری از آنها داشته باشیم تا بتوانیم تصویر بزرگتر از آنچه روح درباره عیسی و کلیسا میگه رو بتونیم بفهمیم و درک کنیم آنها تمام این القابی که 32 توصیف و 18 توصیف دیگه در باب‌های دو و سه تمام اینها یک فهرست هستن که یوحنا برای ما میگه یک فهرستن و توسط بیان آنها روغدوس میخواد بگه که تا کلیسا تغذیه برجسته از ایسا رو بتونه در زندگی خودش و شخصیت او کسب بکنه بله من دوباره نوشتم اینجا به طور مثال ایسا شاهد امینه و نخستزاده از بردگانه شما بر که بگی بگید شاهد امین کیه بعد کتاب رو بخونید فقط نمیتونید بگید عیسی شاهد امین است نه بخونید شاهد امین کیه وقتی میگه و نخستزاده از مردگانه و برید اول قرنتیان با 15 رو بخونید و برید اناجیل رو بخونید و برید رومیان رو بخونید و برید عهد بخونید به درک بیشتر اشاره کوتاه ما میبایستی تمام کتاب رو مطالعه کنیم هم تو گفتم تا جملات رو متوجه بشیم پس هر عبارت که یوحنا با آنها اشاره کرده فقط یک اشاره است کافی است کتاب رو باز کنیم از روح قدوس بخوایم و تعالیمی رو که در این موارد وجود داره رو مطالعه کنیم وقتی میگه ایسا قدوسه شما برید قدوسیت رو دنبالش بگید قدوسیت چی هستش فقط به زبان نیاریم تو تیوار بلکه تحقیق کنیم و بخونیم و مسلمه اگه بنده شبانتون هستم در خدمتتونم که این چیزها به رو بهتون بگم باور کنیم اینها رو آنها چنان پر برکت و پر جلال هستن که نمیتونیم به اندازه کافی لذت ببریم خیلی بیش از چیزی که ما تصور میکنیم ارزشمندن این توصیف ها بسیار شگفت هستند. هستن پس در خاتمه از امروز تصمیم بگیریم بریم و خوب آنها را مطالعه کنیم ببینیم که این ایسای انسان ایسای پرجلال کی هست این ایسای انسان عیسی پرجلال کرد میدونید کلام خدا در عهد میگه قوم من از عدم معرفت حلاک شدن قوم یهود به خاطری که او را نشناختن او را رد کردن شما چی؟ او را میشناسید یا فقط به خاطر که برد الناتا میگه عیسی خدا و نمیگید آمین بگردید در کلام خدا زانو بزنید روزه بگید تحقیق کنید پولس میگه همه چیز رو تحقیق کنید با آنچه نیکوس متمسک بشید تا که ببینید عیسی خداوند کیه وقتی میگه اون شاه شاهانه بگردید ببینید شاه شاهان کیه و و و و, و. هفته بعد برمیگردیم به فیض خداوند بیشتر راجع به موضوع صحبت میکنیم و بازش میکنیم موارد دیگه وجود داره بخش اول بود که خدمتتون گفتم و انجیل یوحنا رو که من درس میدم سه شنبه گوش کنید برای شماست خیلی از این مطالبی که اینجا خدمتون دارم میگم اونجا وجود داره شما میتونید ببینید 90 خورده درس به یوحنا دادیم 21 باب کتاب یوحناس عیسی به عنوان خداوند کلمه خدا شاه شاهان او را در یوحنا پیدا خواهید کرد برکتتون میدم مرسی برای تحملتون برای که صبور هستید با این اینترنت که تو ایران وجود داره و مشکلات تحریم و مشکلات مالی تشریف آوردید عزیزانی که در ترکیه هستن به همین واقعا دوستتون دارم براتون دعا میکنم مرسی برای من نازنین دعا میکنید و فیض خداوند در خدمت تو خواهیم بود در تین روزهای بعد شاد باشید در مسیح